ششم خرداد 1387 تهاجم رژیم با موشک‌های گراد به اشرف. اینها بخشی از قطعات بجامانده از تهاجم موشکی دیکتاتوری ولایت فقیه به اشرف است که در ساعت 4:20 بعد از ظهر روز دوشنبه ششم خرداد 1387 برای کشتار جمعی مجاهدین مستقر در اشرف شلیک شدند. این جنایت جنگی در مورد افراد بی سلاح و حفاظت شده طبق کنوانسیون 4 ژنو بیش از یک نقض آشکار حقوق بین المللی، نشان دهنده بی‌اعتنایی مطلق دیکتاتوری خامنه‌ای به مرزهای بین المللی و اصول و قواعد جاری در مناسبات بین کشورها بود. خانم رجوی این جنایت جنگی فاشیسم مذهبی علیه اشرف را واکنشی دیوانه‌وار در قبال حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان و یک تعرض جنگی در راستای صدور بحران‌های داخلی دانست. در این تهاجم به هیچ یک از مجاهدان آسیبی نرسید. هفتم خرداد 1359 افتتاح اولین مجلس بعد از انقلاب بدون حضور بانیان انقلاب. هفتم خرداد 1359 سرانجام پس از تقلبات فراوانی که به دستور شخص خمینی انجام گرفت، اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب 57 تشکیل شد. خمینی هرچند که در ابتدا برای بازارگرمی و ترس از التهاب جامعه آزادی انتخابات و کاندیداها را اعلام کرده بود، اما در عمل مانع از حضور حتی یک نفر از مجاهدین در مجلس شد. خمینی به سران حزب خودش جمهوری هوشزد کرد: مبادا یک نفر از مجاهدین و انقلابیونی که در سرنگونی رژیم شاه شرکت داشتند در مجلس حضور پیدا کنند. این در حالی بود که آرای رسما اعلام شده توسط حکومت خمینی مجاهدین را در رده دوم قرار می‌داد. پس از این خمینی نام مجلس شورای ملی را هم که به شدت با آن مخالف بود به رغم مغایرت با همان قانون اساسی خودش به مجلس شورای اسلامی تغییر داد. هشتم خرداد 1385 انفجار اتوبوس کارگران اشرف و شهادت 11 تن از آنها. یک روز پس از سفر متکی وزیر خارجه آدمربای رژیم آخوندها به عراق، مزدوران اطلاعات و سپاه از طریق مزدوران عراقی خود یک اتوبوس حامل کارگران اشرف را منفجر کردند. در جریان این عمل جنایتکارانه تروریستی 11 تن از کارگران شهید و 15 تن دیگر مجروح شدند. تنها گناه آن کارگران شهید کار کردن در قرارگاه اشرف بود. تلویزیون الجزیره طی گزارشی در همان روز گفت: این عملیات نشان دهنده فعالیت‌های جدید اطلاعات ایران در عراق می‌باشد و ممکن است اشتهای آن را برای عملیات بیشتری تحریک کند و عراق را به صحنه تصفیه حساب نیروهای بین‌المللی و منطقه‌ای در خاک آن کشور تبدیل کند.
خانم مریم رجوی طی پیامی کارگران شهید عراقی را در شمار شهیدان مقاومت ایران و به طور خاص در ردیف شهیدان مجاهد خلق در اشرف اعلام کرد و ایرانیان آزادی در خارج کشور در جریان سلسله تظاهرات اعتراضی تروریسم جنایتکارانه انفجار اتوبوس کارگران شریف عراقی را محکوم کردند. هشتم خرداد 89، ثبت جنایت‌های مالکی در اشرف توسط گزارشگران رسمی ملل متحد. هشتم خرداد 89، انتشار یک سند سازمان ملل که دولت مالکی را به خاطر پاسخ ندادن به سؤال بازرسان ویژه سازمان ملل درباره جنایات ماموران مالکی در اشرف مورد انتقاد قرار می‌دهد، رژیم و مزدوران عراقی‌اش را در تنگنا قرار داد. در این گزارش رسمی که به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شد، 5 گزارشگر رسمی ملل متحد جنایات رژیم ضد بشری آخوندی و نیروهای عراقی علیه مجاهدان اشرف در روزهای ششم و هفتم مرداد 1388 را به ثبت رساندند. در این سند از جمله ثبت شده است که شماری از قربانیان حمله ششم و هفتم مرداد 88 عمدن به قتل رسیدند، به طوری که با یک گلوله به سر یا سینه مورد اصابت قرار گرفتند. این یک سند محکم برای پیگرد قانونی بعدی قاتلان است. نهم خرداد 1371، قیام مردم دلیر مشهد. روز نهم خرداد 1371، هزاران تن از مردم دلیر مشهد تظاهرات گسترده‌ای علیه رژیم خمینی برپا کردند. مردم مشهد در آن قیام چند کلانتری را خل سلاح کردند. بسیاری از مراکز سرکوب رژیم از جمله ساختمان شهرداری مرکزی واقع در میدان شهدا را در هم کوبیده و آن را به آتش کشیدند. جرقه این تظاهرات در محله فقیرنشین کوی طلاب هنگامی زده شد که ماموران شهرداری رژیم اقدام به تخریب آلونک‌های مردم محروم این منطقه نمودند و کودک خردسال یکی از ساکنان محل که حاضر به ترک سرپناه خود نشده بود زیر بولدوزر کشته شد. خبر این جنایت به سرعت در شهر پخش شد و به فاصله کوتاهی سیل خروشان مردم در خیابان‌های اصلی مشهد به راه افتادند. در این تظاهرات که جوانان هوادار مجاهدین نقش فعالی در سازماندهی و هدایت آن داشتند، مردم 4 کلانتری رژیم را خلع سلاح کردند.